روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به قلم آن کریتندن، گوشه‌ای از ثروتی که شاه با خود از ایران برده بود را افشا کرد. چیزی حدود 4 میلیارد دلار. در یک گزارش دیگر، عفو بین الملل در سال 1354 رژیم شاه را به نقض اصول و موازین حقوق بشری متهم کرده و اعلام می کند ایران شاه بالاترین میزان مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است. دبیر کل عفو بین الملل مارتین نالز در سال 1976 در گزارشی افشا می کند در رژیم شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد. همچنان که ایران شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد، هیچ نظام قضایی ملی معتبری در ایران شاه وجود ندارد.